اصلا لیاقت منو نداشت. حالا درسته که رابطه طولانی بود، من وابسته شدم، ولی به درک. خب پری، 6 روز رابطه شوخی نیست که. من قلبمو گذاشتم پایین رابطه، روحمو گذاشتم که تهش سرم بلند باشه. بعد دیگه وقتی دیدم اینطوریه کشتم بیرون، گفتم نمیخوام. دیشب باید بودی میدیدی. مرتی که منو برده رستوران تو الهیه، میگه غذا سفارش بده. منم خب دیگه باید یه غذا سفارش بدم در حد شأن خانوادگی، بفهمه من از کجا اومدم. دختر سر راهی نیستم که کوبیده بدون برنج سفارش بدم. گفتم 2 پرس استیک با سس قار که حساب کار دستش بیاد دیگه. ببین، چون میدونی که تا جا داره بعد از مرد بکنی، ارزش خودتو میبری بالا. ببین، از همونجا من فهمیدم که این خیره است. چشمش به پول غذاست، چون تا سفارش دادم گفت چرا 2 تا؟ گفتم که یکیشو میخورم یکیشو هم میبرم خونه. نمیشه که الان من برم خونه همه ازم میپرسن غذا چی خوردی، بگم استیک؟ خب یکی دلش خواست تو جوابشو میدی؟ بعد دیگه گفت که نه عزیزم، من میگم که چون قبلش سوشی خوردی یه وقت معدت به هم نریزه. حالا اینکه مثلا ما خنگیم نمیدونیم که سوشی خوردیم و بعدش هم بروشتکا و 2 پرس استیک و یه موهیتو، بعدش بعد یه دونه تیرامیستو سفارش بدیم که سرلیشو بگیره ببره حالمون بد نشه. بهش گفتم، گفتم من تیرامیستو بعدش سفارش میدم، شهد دلم، شما نمیخواد نگران باشی، استیکتو سفارش بده. هیچی دیگه، غذامون تموم شد و منو رسون خونه. الان یادم میفته، منو رسون خونه. بعد بهش تو ماشین گفتم که فردا بیا دنبالم بریم فودکورت سوخاری بخوریم یکم بیشتر هم دیگه رو بشناسیم. قیافش رفت تو هم لچربازی در آورد که حالا حتما هم لازم نیست هر دفعه بریم رستوران همو بشناسیم، یه وقتی هم مثلا بریم پارکی چیزی هم دیگه رو بشناسیم. انگار مثلا من دختر ارزونی هم، پاشم برم پارک با یه بستنی قیفی اینو بشناسم. مرتی که کلن این 6 روز 4 تومن پول غذای ما رو داده خرج کرده. دیگه حالا از یه ماه چقدر مونده؟ 26 روز دیگه مونده. حالا تو بگو روزی 1 تومنم بخواد خرج غذا بده، 26 روز میکنه به عبارتی 28500. دیگه این چیه؟ به جاش منم زیباییمو در طبقه اخلاص گذاشتم، داری باهم شام میخوری. هزینه کردی؟ در کنار من باشی. برابری زن و مردم همینه دیگه. من خودم فیمینیستم، اینا رو میدونی خودت. عزیزم دیگه اینو همه میدونن. ارزش یک زن در اینه که چقدر واسش خرج بشه. اصلا همین میچل اوباما تو کتابش میگه که زن هرچی تلاش کلفتر احترامش بیشتر. آره دیگه گلم، آره من کتابشو دارم، ولی بابام جلدشو دید، از اسمش خوشش نیامد پارش کرد. ولی تو اصلا قیمت اون کتابم بخونی میفهمی این زن زن ارزونی نیست، ارزون به دست نمیاد. آره حالا صبح اومدم اینجا دارم واسه بچه‌ها تعریف میکنم، بعد این موژه کاره بی صاحب شده معلوم نیست از کدوم بی آبرو خونه اومده، برداشته به من میگه که خب تو که خودت هم کار میکنی درآمد داری، پیشنهاد میدادی دونگی حساب کنی، شاید برایش سنگینه هر شب پول غذای تو رو بده. باورت میشه پری؟ تو باورت میشه؟ نگاه، انقدر من حالم بد شد از این حرفش. ببین، تبخال زدم، شوکه شدم. ببین دخترها چقدر ذلیل شدن، میخوان دست تو جیب بکنن حرف دونگ بزنن واسه یه پسر. گفتم همه اینا رو بهش، من که پشت سرش بگم همه اینا رو بهش گفتم. گفت که ارزش من توی پول غذا نیست، تو چیزای دیگه است. گفتم ببین قنچه بازم شما ببند، شما قنچه بسته بمونی به نفع هم است. ما خانوادگی مراقب ارزشامون هستیم. همین داداشم هم مجید با یه دختر دوست شد، تا فهمیدم کشیدمش کنار. گفتم ببین مجید جان، ما از اوناش نیستیم که تو رابطه بره تو پاچمون. لقمه کتلت از خونه بگیر بذار تو داشبورد ماشین، هر وقت گشنه شد یه لقمه در بیار بهش بگو اینو بخور سالم تره. داداشم هم ماشالله بشه از من تیز و بزتر، یعنی رابطه مثل موم تو دست این پسره. دختره برده بود کافی شا، دخترم دریده سالاد سزار سفارش داده بود که حالا به غیر از کاهوی 4 تا تیکه مرغ هم اما بکنه. داداشم واسهش حساب کرده بود که سالاد مرغ شده 35,000 تومن، همینو تو خونه ما با 10 تومن براش در میاریم. تازه بعدش هم یه چای مف بهش بدیم، سگ خورد. هیچی دیگه، دختره آورد خونه، خودمون کاهو خورد کردیم با مایونز دادیم بخوره. بعد سلیت خانوم گریه میکرد، میگفت که من چه میدونم دونگ خودمو میدم و سهم خودمو میدم، ولی طور خدا بیا بریم رستوران. و داداش منم خب بی غیرت که نیست بذاره زن دست تو جیبش بکنه، که با 10 تومن به دختره هم یه سالاد دادیم هم چای دادیم
همین که کوله رو براش زدیم دیگه چی میخواد؟ شما اصلا خانوادگی اهل دنگ نیستیم، ببین اعتقادی بهش نداریم، تو اونطوری باز هزینه خودمون رو گردن خودمونه، میره تو پاچمون. خدا رو شکر، خدا رو شکر ما خیلی خوب بلدیم قدر خودمون رو بدونیم. الان تو ببین هم دختره داداش همون ول کرده، همین پسر منو. ولی ببین تو ببین لیاقت ما چیه که هیچکی تا الان خودشو در خور ما ندیده. اینم هست دیگه. تو هم حواست باشه ارزش خودتو همیشه نگه دار، ارزش خیلی مهمه. یعنی کمتر از شیشلیک سفارش ندیا.